کودک همسر یکی از بزرگترین معضلات بسیار جدی ماست در کشور ما. یعنی ریسنتلی جدیدنم که میدونید این خانوم ببخشید، واقعا من اصلا نمیتونم به اینا خانوم بگم، زهره سادات لاجوردی، تنها دختر اسدالله لاجوردی که شما همه میشناسین، این جنایتکار واقعا بیوجدان و ناشرف رو که چقدر جوانای ما رو چه شکنجه هایی دادن، نوجوانان و جوانان ما رو، و در اون زمان حتی دختر از دختر 13 سال به بالا رو اینا شکنجه کردن، تجاوز کردن و اعدامشون کردن. فراموش نکنیم ایشون دختر آقا هم که چه از کنم لاجوردی هستن. و میدونی که جدیدنم چند تاشون اعلام کردم، من جمله این شخص زهره لاجوردی، که کودک همسری به هیچ وجهی مسئله اساسی ما نیست. این یعنی یک فاجعه بسیار مهم که سازمان بهداشت و بهسیستی ایران، همچنین مددکاری اجتماعی، اینا همه دارن تلاش میکنن از برای حمایت، انجمن حمایت از حقوق کودکان، ولی دیدیم که همین دو سه هفته پیش اینا خیلی راحت اومدن دوباره مسئله کودک همسری رو دیسمیسش کردن و بی ارزشش کردن، یعنی سعی کردن که تمام حمایت ها و تلاش های قانونی رو زیر پا بذارن و دوباره مسئله شرعیشون رو بیارن بالا، و این مسئله بسیار مهم و معضل جدی رن، و واقعا حقیقتا میبینیم که کودک همسری چه معضل و مصیبت بزرگیه. این دیگه واقعا فاجعه از کودک همسری، و در بسیاری از شهرهای بزرگ و کلان و همچنین مخصوصا در شهرستانها و شهرها و روستاها بیداد داره میکنه. بچه های زیر 9 سال تا 9 سال و زیر 13 سال رو هم یا تا 15 سال اینا ثبت قانونی نمی کنن. میدونین که اینا متعه و یا صیغه میکنن و بسیاری از اینا رو هم اصلا ثبت قانونی نکردم. من فقط متاسفم که سریع پریدم به کودک همسری به خاطر اینکه کامنت شما رو خوندم، چون اون موضوع خیلی مهم بود، داشتم میرفتم جلو، ولی خب یه جامپی کردیم در مورد کودک همسری. خب به هر حال کودک همسری خیلی مسئله جدیه و همه ما باید تلاش بکنیم برای جلوگیری از کودک همسری در ایران. در چند ماه گذشته اگه یادتون باشه که منم تو اینستاگرام و پستام پست کردم، یه جوونی در یکی از روستاهای فکر کنم لرستان بود، یه دختر بچه رو پلوش نشونده بود، نادان مخصوصا خانم ها و بچه ها بودن، هلهله می کردن از این عروس داماد رو که عروس داماد رو پلو هم نشوندن، و این دختر بچه فکر میکنه حدود 9 سال 10 سال بیشتر عمر نداشت، و این بچه فقط میخندید و ذوق میکرد که خب عروس شده. یادمون نره که دختر بچه از همون کودکی لباس عروس رو میبینه، ذوق زده میشه، دوست داره، و عروسک بازی و مادر شدن رو اینا رو همه احساس خیلی طبیعی یک کودک دختره، و طبیعتا اون بچه هم داشت میخندید، ذوق میکرد، فکر میکرد که چه اتفاق جالبی براش افتاد، عروس شد، ولی نمیدانست که چه تجاوزی به وجود و به روح و روان و جسم و احساس جنسی این کودک داره وارد بشه. و ما با اطلاع رسانی سریع در همه صفحات مجازی ما تونستیم سریع اون فردی رو که این دختر بچه رو به عقد در آورده بود لااقل حکم دستگیری شد، یعنی دولت مجبور شد به بی‌آبرویی برسه. وقتی یک قانونی به بی‌آبرویی برسه، دولت حتی اگر سوری هم باشه و خیلی هم جدی نگیرن وقتی که اون فرد رو بازداشت میکنن، ولی همینی که در جامعه این ترس و واهمه بیفته که اگر منم یه همچین کاری رو بکنم ممکنه که دستگیر بشم، خودش یه حرکت خیلی مثبتیه که وظیفه همه ماست فوراً
کپی کنیم، فورا اطلاع رسانی کنیم در همه گروه ها وقتی که همچین فاجعه هایی رخ میده. یادمون نره این فاجعه ها بسیار بسیار مهمه. و همین یا هفته پیش بود که یه جوان بسیجی اگه یادتون باشه به صورت خیلی خیلی واقعا شرم آور از لذت بردن از واقعا آدم شرمش میشه حتی بیان بکنه که چجوری میتونم از برادرش، پدرشم اگر نبود از برادرش اجازهش رو بگیرم 9 ساله، حتی زیر 9 ساله شما هم برین لذتش رو ببرین. که خوشبختانه ما دوباره با پست کردن و نوشته ها و کپشن هایی که نوشتیم همه ما تلاش کردیم و حکم دستگیریش خوشبختانه صادر شد و بعدش هم دستگیرش کردن. خب رسانه ها وظیفه اخلاقی، نه فقط رسانه ها، تک تک من و تو 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 که به حقوق کودک و حقوق بشر احترام میگذاریم، هرگز نباید هرگز نباید نادیده بگیریم و هر پستی رو که واقعیت داره باید هر چه زودتر ما سریع اطلاع رسانی بکنیم و در گروه ها و پست های دیگه پست کنیم، البته پست هایی که واقعیت داره. به هر حال مسئله مصیبت بزرگ اینه که وقتی که ما کودکمون رو به خاطر مسائل فقر مالی بفروشیم، دقیقا فروختن کودک، خب یک ظلم بسیار خطرناک و بزرگی به اون کودکی که هنوز کودکی نکرده و حال باید زن بشه، همسر بشه، همبستر بشه و آلت تناسلی این کودک معصوم که هنوز رشد پیدا نکرده و چه فاجعه هایی رو ما تاریخی مخصوصا در کشور خودمون دیدیم که بچه به خاطر همین ازدواج های صیغه‌ای و ازدواج های کودک همسری و یا تجاوز به کودک، کودک به خاطر آسیب جنسیش و آسیب جسمیش، کودک حتی از دست رفت و مرد. اینا واقعیت های جدیه و یا اینکه دیگه نتونست بچه دار بشه در آینده. و میبینیم که کودک همسری هنوز اوج خودش رو در کشور ما داره و این بزرگترین فاجعه نبودن حقوق کودک در کشور ما و در جوامع ماست. و کودک طبیعتاً بی سواد و کم سواد رشد میکنه. 90 ببین 10 سال پیش یه آمار اومد که 37 هزار تا کودک همسر زندگیشون به طلاق منجر شد، یعنی بین 10 تا 18 ساله. فاجعه رو شما نگاه کنید و بعد کودک و یا این نوجوان که حالا کودک همسری بوده، خطر فرارش از خونه هست، خطر اتفاقات و گرگ هایی که بیرون از خانه منتظرش هستن که شکارش کنن و همچنین مسئله خودکشی و یا همسرکشی و یا وقتی که تو دخترتو حق داری بکشی، وقتی چون ناموس تو ناموس برادر و ناموس عمو و دایی حساب میشه. شما نگاه کنین چقدر این فاجعه داره در کشورهای جهان سوم مثل پاکستان، افغانستان، ایران و دیگر کشورهای جهان سوم چقدر این فاجعه داره تکرار میشه و بسیاری هم ثبت نشده است. حتما از حقوق اقوام و اموال ایران صحبت میکنم عزیزم چشم. به همین دلیل ما باید خیلی خیلی مراقب باشیم و تلاش بکنیم که کودک همسری رو جلوش رو بگیریم و خانواده ها رو ببینیم. همه ما که الان در کنار هم تو این میتینگ قرار گرفتیم، همه ما میتونیم گروه برای خانواده هامون تشکیل بدیم، گروه دوستا و خانواده ها، هر کس به نوبه خود. احتیاج نداریم که تلویزیون داشته باشیم، رسانه رسمی داشته باشیم، هر کدوم ما به نوبه خودمون باید آگاهیمون رو خودمون در درجه اول نسخه رو برای خودمون بپیچیم، آگاهیمون رو بیشتر بکنیم، خرد و فرهیختگیمون رو بیشتر بکنیم و اگر احیانا اشتباه کردیم، نادانسته اشتباه کردیم یا دانسته اشتباه کردیم، یعنی فکر میکردیم که کارمون درسته و حال متوجه شدیم که کارمون اشتباه، از فرزندمون عذرخواهی و پوزش بخواهیم به خاطر اشتباهی که از در گذشته کردیم و با جان و دلمان را، نه فقط همین طوری عذرخواهی،
چون اون وقت نمیچسبه به دل و جان فرزندت اگر که از ته دلت نباشه. و بعد در رفتارمون نشون بدیم که چقدر تغییر کردیم و این تغییرمون رو به عنوان یک فرد مسئول و وظیفه شناس حال به خانواده خودش، به دوستان خودش تحویل بده، نه با دستور، نه به حالا مثلا روانشناس شده، نه، بلکه خیلی خالصانه و صادقانه. ببین، من همیشه خودم، من ترانسپرنت هستم، شما هر سوال خصوصی هم از من بکنید من به راحتی جواب میدم، من هیچ پنهانی ندارم، هیچی. همیشه هم اقرار کردم که در گذشته اشتباهات بسیاری کردم، دوبارم از فرزندان خودم پوزش خواستم به خاطر اشتباهاتی که کردم، زود ازدواج کردم، زمان مادری و زمان همسریم نبود اون زمان. پس باید اول نسخه رو برای خودمون بپیچیم و حواسمون باشه که طرز بیانمون چگونه است برای دیگری، که دیگری احساس نکنه که حالا تو میخوای بگی من چقدر میدانم و تو چقدر میدانی و من نمیدانم، چون وقت نمیشنوه صدای تو رو. خالصانه و صادقانه بگیم چه اشتباهاتی خودم کردم و حال آموختم. اینا یکی از وظایف شخصی و مهمه. قدرت های شبکه های اجتماعی رو دست کم نگیریم. دقیقا دقیقا قدرت های شبکه های اجتماعی، همونطور که منم گفتم، عزیزی تو کامنت نوشتن، خیلی مهمه. این شبکه های اجتماعی رو جدی بگیرید. من به خواهش میکنم، ببینید دنیای کرونا که حالا بعدا در جلسات آینده اگر فرصت شد در موردش صحبت میکنیم، برای اینکه منافع کرونا رو ما هنوز بسیاری شماها منافع کرونا رو ممکنه نمیبینید، فقط مضرات کرونا رو میبینید. به هر حال مسئله شبکه های اجتماعی بسیار مهمه، ولی مهمتر اینه که ما شبکه های اجتماعی رو سوء استفاده ازش نکنیم و یا استفاده های نامعقول ازش نکنیم. جوک گفتن خیلی خوبه، فان داشتن خیلی خوبه، من خودم تالنت شو دارم توی اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی، ولی در کنارش اصل قضیه آگاهی رساندنه، ولی حتما اخبارهای واقعی، اینا خیلی مهمه. و این شبکه‌های اجتماعی که یک کره زمین رو یه دهکده کوچیک کرد. پس شبکه‌های اجتماعی رو دقیقاً جدی بگیریم و سعی بکنیم که این حقوق کودک رو، حالا ما به کودک کار نرسیدیم، به کودک آزاری و خشونت رو یه مقدار در موردش صحبت کردیم، ولی خیلی به حقوق کودک کار نرسیدیم.